با عرض درود و ادب خدمت شما هموطنان عزیز و آگاهم. در مورد ملت ایران، کسانی که خارج از کشور نشستند تصور میکنند که بر سر آن مردم، مردمی که در حصار بلند رژیم زندانی هستند، چه بلایی آمده است که تمام گرفتاری ها را تحمل میکنند و دم بر نمی آورند. معتقدند که این ملت آن نیرو و اراده‌ای را که همواره در برخورد با گرفتاری‌ها و مسائل حکومتی همواره داشته است، اکنون از دست داده، زیرا که حب جان را بر جنگیدن ترجیح می‌دهد. بیشتر در دل حب جان را دارد تا حب آزادی را. اما وقتی چون نیک نظر کنید، میبینید که ایرانی داخل کشور دارد اون هوشیاری تاریخی خود را جای چوب و چماق یا جای اسلحه گرم به کار میبندد. از کدامین هوش تاریخی صحبت میکنم؟ آیا این همان ملتی نیست که اسکندر را مدفون کرد؟ اسکندر را از ایران بیرون کرد؟ آیا این همان ملتی نیستند که مغول‌ها را از ایران بیرون کردند؟ و و اقوام گوناگون دیگری را که در درازنای تاریخ پرماجرای ایران آمدند و ظاهراً کشور ما را اشغال کردند، ظاهراً بر مردم ما حکمرانی کردند، زور گفتند، ستم کردند، کشتند، اما در نهایت شکست خوردند و رفتند و فقط نام اعمال جنایتکارانه آنها در تاریخ باقی ماند. پس ملت دارای یک هوشمندی تاریخی است، هوشمندی تاریخی که به چشم نمی آید. پاره معتقدند که هوشمندی تاریخی دارد، اما حافظه تاریخی مردم ایران ندارد. این مقدمه را از آن رو خدمتتون عرض کردم که بگویم یکی از سران سپاه پاسداران معترض شده است که ما متوجه نیستیم که در میان این مداحان جوان چگونه گروهی در حال رشد کردنند که به ریشه اسلام تیشه میزنند. این خبر وقتی کنجکاوی شما را جلب میکند که میروید و میبینید این سردار درست تشخیص داده است. ناگهان موجی از جوانان کم سن و سال امروزی به گروه مداحان پیوستند و مداحی میکنند و خودشان را مداح اهل بیت مینامند. اما هنگامی که به مداحی آنها توجه میکنید، میبینید مداحی آنها با گروه جمعیتی که اطرافشان را گرفتند آهنگ رپ دارد. این خواننده های آمریکایی که میخونند، اشعاری است که عمق این اسلام، حکومت اسلامی را به بازی میگیرد. سردار نقل می کند و فیلمش را نشان می دهد که گروهی جوان در حالی که رقص رپ می کنند، اما ظاهراً دارن مداحی می کنند، فریاد می زنند و با همان حرکت و رقص و آن آهنگ مخصوص می گویند رقاصم و رقاصم و رقاصم، رقاص امام عباسم. این آن هوشمندی تاریخی است. وقتی که میبینند در برابر یک حکومت سرکوبگر نمیتوانند با چوب و چماق برابری کنند، برمیگردند به اون هوشمندی تاریخی خود، همان هوشمندی که در آغاز عرض کردم انواع اقسام اشغالگران ایرانی را سرانجام به گور سپردند و ملت ایران سرفراز باقی ماند. همچنان که میبینید، برای صدق عرایزم کافیست نگاهی بیندازید به تاریخی که امپراتوری ایران به وجود آمد،
چندین و چند امپراتوری دیگر در روی کره زمین وجود داشت و امروز از آن همه نیروهای برتر آن زمان جهان یک ایران باقی مانده است، یک یونان و روم، و بقیه رفتند، امپراتوری‌های بزرگی از بین رفتند و نامی از آنها جز در تاریخ باقی نمانده است. این نیست جز هوشمندی تاریخی ایران. حالا دقت بفرمایید، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، بخشی که مسائل عرض کنم جاسوسی و ضد جاسوسی را تحت نظر دارد، اعلام میکند که حکومت اسلامی 30,000 جاسوس در دنیا دارد که به انواع اقسام ماموریت ها مشغول هستند. این چه ربطی دارد به آنچه که در آغاز عرض کردم؟ حکومت متوجه نیست که 90% مردم ایران با آنها مخالفند و آنها 30,000 نفر را میفرستند که جهان را آشفته کنند، جهان را به هم بریزند. غیر از آنکه یک گروه 100,000 نفر را در داخل کشور برای سرکوب مردم خود به کار میبرند. وقتی که آقای اوباما قانون مبارزه با نفوذ حکومت اسلامی را در کشورهای آمریکای لاتین امضا کرد و بودجه‌ای برای آن قرار داده شد که با اقدامات حکومت اسلامی مبارزه کند، نامی از 30,000 جاسوس خارج از کشور که باید اقدامات گوناگونی را انجام دهند در میان نبود. امروز فاش شده است که آن قانون را بیخود رئیس جمهور آمریکا امضا نکرده است. مأموریت این 30,000 نفر در خارج از کشور چیست؟ انواع اقسام مأموریت‌ها را دارند. ساده ترین مأموریتی که دارند، پیش پا افتاده ترین مأموریتی که دارند، نفوذ در همین تلویزیون‌ها، در همین نشریات، در همین رسانه‌هایی است که علیه حکومت اسلامی در آنجا می‌جنگند. دوستی که تازه از ایران آمده است می‌گوید وقتی تو سخن میگویی در داخل ایران، بلافاصله 1,000 موج پارازیت روی تو میآید. به محض اینکه مردم عوض میکنن کانال را، کانال پهلویی دارد فیلم سکسی نشان میدهد در حکومت اسلامی، البته از خارج از کشور تصویر میآید، اما هیچ کس رو آن تصاویر سکسی پارازیت نمیفرستد. اما روی حرفهای تو و افرادی امثال تو پارازیت میدن، چون برای حکومت اسلامی اسلام مطرح نیست، نمایش فیلم سکسی مطرح نیست. اون بازیها و اداهایی که در می آورد مصرف داخلی دارد. رژیمی است که میخواهد نادان پروری کند، ببخشید معذرت میخوام، احمق پروری کند. برای رژیم این مهم است. برای رژیم چی خطرناک است؟ حرف‌های بیدار کننده. آگاهی برای رژیم مهم است. رژیم می‌داند که مرگش با آگاهی بیشتر مردم فرا می‌رسد، نه با جنگ و عرض کنم که جدال و چوب و چماق و برخوردهای خیابانی. با آگاهی، آگاهی که قابل رویت نیست اما در اذهان مثل نورافکنی روشن می شود و مردم را به راههایی می کشد که از آن هوشمندی تاریخی سرچشمه می گیرد. مانند همین گروه جوانانی که به جای اینکه جل به مو بزنند، ژل به مو می زنند و می روند وسط مردم و با آهنگ و رقص رپ می گویند رقاصم و رقاصم و رقاصم، رقاص حضرت عباسم. چه جماعتی نگاه میکنند؟ گروه های کثیری از مردم به تماشای این مداها میروند، به گونه ای که اگر سری به آنجا بکشید آنقدر دختر و پسر جوان را ملاحظه میکنید که دیگر جایی برای ایستادن نیست. این گروه جوان ظاهرا مداح که به جای گل ژل به مو زده اند و با آهنگ رپ
میرخصند و ظاهرن مدداهی میکنند، دارن روشنگری میکنند در میان آن جماعت کثیری که به تماشا ایستادند. میخندند، لبخند میزنند، اما در فکرشان شعله های تازهی سر میکشند. کما اینکه یک وبسایت داخلی عکس خامنه ای را چاپ کرده است در حالی که دست چراغش اینجوری آویزان است و میگوید این آقا معتقد است نماینده خدا در روی زمین است، این آقا معتقد است که جانشین امام زمان است و نماینده امام زمان است. پس چرا این آقایی که نماینده خداست و نماینده امام زمان از خدا و امام زمان نمیخواهد که این دست چراغش را بهبود بخشد تا به عنوان معجزه‌ای به مردم نشان دهد تا مردم باور کنند که امام زمانی هست و روزگاری ظهور پیدا میکنند؟ ملاحظه میفرمید؟ اینها از کجا سرچشمه میگیرد؟ از همون تبدیل گل به ژل، از همون تبدیل اون مدداهی هایی که عشق از چشم میگرفت با این مدداهی هایی که مردم را به رقص و شور و شعف میآورد. این از کجا سرچشمه میگیرد؟ از همان هوشمندی تاریخی که عرض کردم که در طول قرون متمادی ملت ایران را زنده و پابرجا نگاه داشته است. آیا با چنین ملتی یک حکومت عقبگرایی مانند حکومت اسلامی میتواند بسازد؟ میتواند که بر این ملت فاتح شود؟ البته دیدگاه دیگری وجود دارد که آن هم قابل تأمل است. گروهی میگویند نه اینکه حکومت اسلامی نمیفهمد که چه میکنند این مدعاها و چه میگذرد در دل مردم و چه میگذرد در سطح کشور، میداند، اما چون آموخته است که دیگر با سینه زنی و زنجیر زنی و عرض کنم زیارت و حرکت نمیدونم یک ذریحی که در بازار مسکرا ساخته شده شهر به شهر و اینها نمیتواند این ملت را خام کند، آمده از خواسته که این اسلام 1200 سال پیش را، اسلام سهاری عربستان سعودی را به صورت مدرن در آورد. بنابراین اجازه میدهد مدعاهان به جای گل ژل به سرشان بمالند و اجازه میدهد به جای خواندن آهنگ های غم‌انگیز که عشق از چشم مردم میگرفت آهنگ های شادی ببخشند. اما من شخصا این دیدگاه را قبول ندارم و نمیپذیرم این همه هوشمندی را در حکومت اسلامی، چون با تعقل نمیخواند آنچه که این گروه میگویند. من میپذیرم که هوشمندی تاریخی ملت ایران، همان هوشمندی که ما را در طی قرون و اعصار زنده نگه داشته است و امروز همچنان ایرانیم و همچنان خلیج فارس داریم و همچنان به خلیج فارسمان، به ایرانمان افتخار میکنیم، زنده و پابرجا نگاه داشته است. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد روز دوشنبه همه شما عزیزان آگاه را به ایزد مهر می سپارم. بدرود. با همراهی و همگامی شماست که تلویزیون پارس ملی نامیده می شود.